خانم سهون، شما اشاره کردید که گروهی از هنرمندان ایرانی هم در این نمایشگاه شرکت کردن، آثارشون به مرحله نهایی رسید. درباره کیفیت هنری کارها چه نظری دارید و بیشتر چه موضوعاتی رو انتخاب کرده بودن؟ سطح کارها چگونه بود؟ سطح کارها بسیار بالا بود، واقعا حقیقتاً بسیار بالا بود. من البته خب اون 1000 خورده دیگر رو ندیدم، ولی این 100 پوستر واقعا در سطح بسیار بالایی قرار داشت و چه ایرانی ها و چه کسای دیگه از کشورهای دیگه. واقعا نمیشد، خیلی سخت بود که بشه انتخاب کرد که کدومش بهتره. البته از این 100 برنده 5 برنده کارهاشون به موزه لاتی میوزیوم آف پوستر فنلاند خواهد رفت که یکی از این 5 نفر که میره به موزه یک آقای ایرانی هستن. و تمام پوستر واقعا آقای مکری خیلی سوال سختیه، برای اینکه اصلا نمیتونم بگم کدوم بهتر از دیگری بود، ولی من خودم شخصا از لحاظ سلیقه‌ای 2 پوستر بود که از یکی از کشور فرانسه و یکی از ایتالیا خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و یعنی به اصطلاح یه برتری برای من داشتن، و یک کار از یک آقای ایرانی که از سوئد فرستاده بودن. این 3 تا برای من خیلی یعنی در سطح اول قرار گرفتن. در ضمن خانم سپیده ریاهی که کارشون در این مجموعه قرار داشت و برنده جایزه شدن، ایشون تنها کسی بودن که از لس آنجلس بودن و خدا رو شکر حضور داشتن و ایشون هم کار بسیار بسیار زیبایی ارائه داده بودن که شما اول این پوسترها فکر میکنم به نمایش گذاشتیم. ما خوشبختانه تونستیم گفتگویی هم با ایشون داشته باشیم که حالا تا چند لحظه دیگه پخش میشه. ولی پرسش من این هست، بازدید کنندگان این نمایشگاه چه کسانی بودن و استقبال عموم از یه نمایشگاه درباره آزادی بیان در شهر لس آنجلس چگونه بود؟ ببینید استقبال خب میشه گفت 3/4 بیننده ها ایرانی بودن، اما خب کسان دیگری هم از جاهای دیگه اومدن و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. اول سوال میکردن که اصلا جریان چیه، چون بعضی از این پوسترها واقعا کوبنده بود و وقتی توضیح میدادیم خب درست میفهمیدن که جریان از چه قراره. تعداد بیننده ها خوب بود و که به اون حدی که من انتظار داشتم نبود، اما میشه گفتش که کیفیت بینندگانی که آمدن خیلی بالا بود و این خیلی مهمه که کسانی که واقعا بالاخره میتونن یه ابراز عقیده کنن که بشه روش حساب کرد حضور داشتن. من از همکارانم میخوام تا چند لحظه دیگه گفتگوی کوتاهی رو که با خانم سپیده ریاهی داشتیم پخش بکنن، اما خانم سپیده توضیحی درباره کار ایشون هست و اصولا چگونه هنرمندی هستن، در کجا زندگی میکنن؟ ایشون یک گرافیست جوان هستن که در اورنج کاونتی زندگی میکنن. من شخصا تا اون شب یادم نبود که دیده باشمشون، ولی ایشون مثل که یک بار اومده بودن به گالری و کار ایشون حالا خودشون توضیح میدن که در چه موردی هست. واقعا یکی از پوسترهای خیلی خوب اون نمایشگاه بود و خوشحالم که کارشون برنده جایزه شد. کارها همه در سطح بسیار بالایی بود، واقعا حقیقتا میشه گفتش که یک نمایشگاه بسیار موفقه و خدا رو شکر اینها همه میره در یک کتابی که بینندگانی که نتونستن برن در این 23 کشور اینها رو ببینن بتونن این مجموعه رو در اون کتاب 96 صفحه‌ای داشته باشن. در ضمن آقای مکری اگه اجازه بدین من توضیح بدم که کسانی که به ما گوش میدن میتونن برن در سایت www.poster4tomorrow.org و در اونجا این پوسترهای برنده رو ببینن، هیئت ژوری رو ببینن و اتفاقاتی که افتاده میتونن در اون سایت ببینن با تمام ریزکاری ها. خانم سیهون، میریم بخش کوتاهی از گفتگویی که خبرنگار ما در شهر لس آنجلس با خانم سپیده ریاهی داشته پخش میکنیم، بعد در اون قسمت با شما خواهیم بود. خواهش میکنم. دیزاینر مسابقه ای بود به عنوان آزادی بیان، از اقصا نقاط جهان 1834 تا پوستر فرستادن، 100 نفر انتخاب شدن، کار منم جزو یکی از منتخبین بود و این کشور این کارا در 24 کشور جهان نمایش داده میشه.
و کار من وقتی من داشتم طرح می‌کردم سعی کردم که یه کار مثبتی باشه، امیدوارکننده باشه، روحیه بخش باشه و سعی کردم که اساره اتفاقاتی که داره در ایران میفته در یه کار خلاصه کنم و سعی خوشحالم که تونستم به عنوان یک هنرمند وظیفه خودم رو در این روز ادا کنم به امید روزهای بهتر برای کشورمون و برای جهان. گوشه‌ای از صحبت‌های خانم سپیده ریاهی یکی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه. خانم سیهون خیلی سپاسگزارم از اینکه در شهر لس‌آنجلس با ما بودید. براتون روز خوبی را آرزو می‌کنم. و همچنین برای شما و بینندگانتون سپاس از